آره جانم. کجایی بابا؟ دارن معامله میکنن. دارم میرسم دیگه، مواظب باش. نفروشنش تا بیام. یه زودتر، اینا خیلی عجله دارن. رسیدم. آقا من زاییدمش، من ننشم. چی میگی؟ میگم بچه که دو زاییدی مرد، افت خاله خودش دیگه چالش کرده. ای بابا این زمون نفای ما پوله منو بده برم رد کارم. میگه افت خاله خوبه خوبه. یه افت خاله یکی میگه خفاش کنه اون خاله سرزرشو نداره. یواش دستشو دستشو کندی. بچه رو بدیم من. آقا شمایی سیوشون چی رو افتادی زحمت؟ میفرمانی خودم می اومدم خدمتون. داشت نگفته بود سیاوش خان قراره بیاد، وگرنه من بچه رو تقدیم میکردم که. خب پس این علم شنگی بدی چی؟ بروشنده مال معلوم نیست. دست خوشونه بذر آقا جهش میفرد میدون اصلا دنبال رو میگشم کار در خدمت آقا. چطه تو؟ چه اینجی نگم کنی؟ بد شدم؟ ماه شدی فرشته، چقدر خوشگل شدی بای، قربونت برم. فقط بودا که داماد پشته در خوش شد. خوبه براش، بزن منتظر وایس. کارت بزنی خونش در نمیاد. تا کارت کی بزنه؟ یه بار دیگه بفهمم تو کار قاچاق بچه ای روزگارتو سیاه میکنم. میدونی که میتونم. برو. میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ شما صد تا بپرس. تو ساکت باش. چرا بچه تو فروختی؟ از قیافش خوشم نیومد، گفتم ردش کنم بره.
چیه؟ اومدی نصیحت؟ فکر کنی نمیشناسمه؟ بیاین همینجوری چهار تا فیلم میگیرین و دو قرون دوزار میذارید کف دست ما و ما رو سوژه میکنید واسه کارهای با کلاستون، بعد شبم بدون عذاب وجدان سرتون رو میذارید رو بالشت و همینطوری برای خودتون آواز میخونید که ای وای چقدر ما انسانیم. دیر اومدی فرشته مهربون، باز همون دیروز میومدی، حتی اگه شبش هم میومدی بازم دیر. کدومتون شیر دارین؟ شیرش بده بچت. من دیگه مادرش نیستم، از این به بعد تو دیگه مادرشی. مگه مادری شغلی که هر وقت بخوای ولش کنی؟ تا هر وقت این بچه باشه بازم تو مادرشی. برای آخرین بار شیرش بده. نمیتونم. چرا؟ شیر دادن همونو وابستگی و گریه و زاری و نه داداش نه، همه دیگه تا این داستانو میدونم، از این به بعد تو دیگه باید براش مادری کنی. واسه پولم دستت درد نکنه. شک نکن آینده روشنه، البته اگر مسیر رو درست بررسی کنی. جدا؟ خب چیکار کنم، خیلی دلداری دادم بلد نیستم، عوضش جمله قشنگی گفتم دیگه. نه سوار شد. مسئول بهزیستی میگه نمیام امروز، چه حتما باید برم مهمونی، کلی هم تو خیریه کار ریزش کاری بود بهم زنم. چشم فعلا. نفیسه خانوم دقیقا بفرمایید من تا کی باید اینجا منتظر بمونم؟ خب آرایشگره داره چیکار میکنه؟ نفیسه خانوم همین الان دست خواهرتو بگیر زود بیایم بیرون. کتتون رو در نیارین، راکورد به هم میریزه. قوز نکنین. میشه دست از سرم برداری؟ میان همینجوری چهار تا فیلم میگیرین و دو قرون دوزار میذارید کف دست ما و ما رو سوژه میکنید واسه کارهای با کلاستون، بعد شب هم بدون عذاب وجدان سرتون رو میذارید رو بالش و همینطوری برای خودتون آواز میخونید که ای وای چقدر ما انسانیم.
نادر ببخشید این بچه شیرخوره رو چیکارش کردی؟ دادی به عزیزی؟ فیلمش هم دادی؟ آره فیلمو دادم بهشون، ولی میدونی که من اصلا موافق این کار نیستم. بله میدونم، ولی باور کن برای کارهای قانونیش لازمه. پس فردا یکی مدعی این بچه شد، باز این مدرکیه دیگه. یا نه خودش بزرگ شد خواست دنبال مادرش بگرده، دنبال خانوادش بگرده، یه چیزی تو دستش هست. فکر کن بچه بزرگ شه و تنها نشونش از گذشته دوتا زن باشن که به خاطر پول با هم می جنگن که بگن این بچه ماست. ببین چه حالی میشه. حالش بد میشه، ولی اگه دوتا گزینه برای مادرش داشته باشه بهتره. یه وقتی که تو شهر میچرخه هر زنی رو که ببینه فکر کنه اون مادرشه. من دیگه حوصله بحث کردن با تو رو ندارم، چون میدونی که از پست بر نمیام. اما حقیقتش من اگه باشم دوست ندارم همه حقایق زندگیمو بدونم، برای اینکه بعضی وقتا دونستنه زیاد باعث میشه که بیشتر ناراحت بشی، بیشتر درد تا درمان. میفهمم، راست میگم. خب ولی یه جور دیگه هم میشه مسئله رو دید. فرض کنیم بچه بزرگ شد، فیلم رو دید و مادرش رو درک کرد، برفت دنبال مادرش، شاید هم نره. ولی اگه یه درصد بره این مؤسسه ای تشکیل بده که بچه هایی با سرنوشت خودش کمتر بشن، چی میشه؟ عالی میشه. ما هم که با همین امید داریم از صبح تا شب میدونیم دیگه. نه معلومه. آقا شما گله بدیم عروس خانم، لبخند لطفا. خیلی هم من میام جلوی ماشین، لطفا بی زحمت بیاین سمت ماشین. بفرمایید. چقدر بابا من رو نگاه کن. چی کار میکنی مردی که؟ چه؟ باز سقه بابا بچه سسول یکی زن بزنه ساعت دوده انداز اینو میزنم ناقصت میکنم. بابا سقه من رو نگاه کن، باش بی پایین. میگم بی پایین. الو 110، اینجا دعوا شده، من آدرس میدم زودتر بیای. به من نگاه کن، به من نگاه کن، ببین ما زندگیم چیکار کردی. مگه نگفتی برو ترک کن برگرد بریم سر خونه زندگیمون؟ اینه خونه زندگیمون فرشته خانوم؟ منو فرستادی دنبال نخودسیا؟ فکر کردی نمیفهمم؟ فکر کردی من قاقم؟ تو با من چی کار کردی؟ با من؟ منی که همه زندگیمو برات گذاشتم، منی که شب و روزمو برات گذاشتم، منی که هر کاری گفتی کردم، هر جایی گفتی رفتم. حالا تو بهم بگو، بگو اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ بذار بریم. بری؟ کجا بری؟ پس من چی؟ پس زندگی من چی میشه؟ من به درک؟ نمیذارم یه نفس راحت بکشی. تو زندگی منو آتیش زدی، زندگی تو با آتیش میکشم. تو رو خدا، تو رو خدا بذار برم. چیکار کردی؟
اطلاعات بی سر و پا کی بود؟ با تو هم گفتم این مردی که کی بود؟ گوشای من میشنوه شهاب جان. پرسیدم این مرده کی بود؟ خواستگاری که نمیتونه خوشبختی منو ببینه. خواستگار؟ منو چی فرض کردی ها؟ منو چی فرض کردی؟ اینجا کیو دیگه نمیتونم ندید بگیرم. جدا؟ اتفاقا منم احساس میکنم خیلی چیزها رو نمیتونم ندید بگیرم. فرشته؟ فرشته نامزد داشته نگفته؟ میگم خواستگار بود، اصلا اتفاق مهمی نیفتاده. کی به شما خبر داده؟ خیلی مهمه کی به من خبر داده. مهم اینه که تو فکر میکنی من حواسم به هیچی نیست. خواستگار جواب نمیشنوه، بعد شیشه ماشین رو خورد میکنه میرزه پایین. گش نکن مامان، میگم چیزی نشده. به آرمانم زنگ زدم ماشینشو برام بیاره. تو چرا چرت و پرت میگی شهاب؟ الان مسئله من ماشینه. هنوز هیچی نشده، گرفتاری شروع شده دیگه. نگران نباش سیمین، ما خوبیم. چجوری نگران نباشم؟ چند بار باید بگم ما خوبیم؟ چرا به حرفم گوش نمی‌کنی؟ خب من گوش نمیدم، تو به حرف من گوش بده. این عروسی رو به هم می‌ریزیم. چی؟ چی چی؟ همون که شنیدی، این عروسی رو به هم می‌زنیم. سیمین، من با فرشته ازدواج می‌کنم. تو هر جهنمی به پا می‌کنی به پا کن، من کار خودم رو می‌کنم. ناچیه؟ بله خانم. بیا برو مادر عروسو پیدا کن، سری بیارش پیش من، بگو کار واجب دارم. بچه‌ش ببخشید. چی میگه اینجا؟ بهش گفتم ماشینش رو بیاره. تنها کسی که نمیخواستم تو روز عروسی ببینمش همین این بود. اوه شیشه رو ببین. عروس خانم، شهاب اگه میگفت میخواد به تو زنگ بزنه نمیذاشتم مزاحم بشه. اختیار داری؟ بنده همیشه در خدمت گذاری حاضرم. الان هم نگران نباشید، این گلارو به همی داری میچسبون ماشین من، از اولش هم بهتر میشه. خیلی لطف داریم. برام برو یه جعبه میوه بیار. هست که چقدر حرف میزنی، برو بیار دیگه. میرم بخور، خیلی خوش نزست. پسر تربیت کردی، فقط خودت رو گوش بده. چی شده؟ سیمی خانم گفتم مادر فرشتر هستد. خب فکر کنم میخوای عروسی رو خرید. واقعا؟ به ما ربطی نداره. چطور ربطی نداره؟ فرشته دوست ماست. کدوم دوست؟
این چه دوستیه که ما داریم تو خونش نوکر کلفتی میکنیم؟ چشاتون رو وا کنید، فرشته خانوم این خونه است. گذشت اون زمانی که با ما یکی بود. تو رو به خدا، در شب عروسی آدم از این گپا میزنه؟ فرشته دیگه از ما نیست. البته بگم آ، سیمی خانوم هم نمیذاره که یکی از اونا بشه. تا حالا فکر کردین چرا ما ستا رو آوردم واسه پذیرایی و کلفتی و نوکری ها؟ به خاطر اینکه سیمی بهش بفهمونه اگه به اون بود اجازه نمیداد کنار پسرش راه بره. الان بعد اینجا کلفتی میکرد. آره. من دلم برای فرشته نیست. هیچ کنین خواهد بری به مامانش بگیری. آره خب تا 10 دقیقه دیگه اخراجت کنی سیمی. با اون وقت فرشته همه چی رو از چش ناجیه میبینه. بهتر؟ کسی که اینقدر زود خودش رو گم میکنه حقشه. کجا ناجیه؟ من میرم مادر فرشته رو بگم. من بگویم بهتر از دست کسی یک بگانه بشتم. پس بزار منم یه زنگ بزنم به فرشته. من زودتر بهش بگم بهتره، شاید اینجوری بتونه یه کاری بکنه. فرشته دیگه جواب سلام از هم قبول نمی ما دوتا برای هم دیگه ساخته شدیم؟ من تو داریم ازدواج میکنیم دیگه. یعنی چی؟ خیلی ها با هم دیگه ازدواج میکنن ولی حتما برای هم دیگه ساخته نشدن. بهم بگو، بگو دوستم داری؟ فرشته الان وقت این حرفا نیست. پس وقتش کیه؟ نگی خودم پرت میکنم باید. سرشتی چکار داریم کنم؟ باشه دوست دارم، دوست دارم، بیا تو. به به خیلی خوش اومدی خاله جان. احوال شما؟ خوش اومدی. بفرمایید، بفرمایید بالا. سلام. قربان خیلی خوش اومدین. بر ما منت گذاشتین، مجلس خودی غریبی نکنین، از خودتون پذیرایی کنین. ببخشید شما؟ مخلص شما با جناق آقا داماد. شما مگر اشتباه نکنم باید از اقوام آقا داماد بشین. من پدر دامادم، سیاوشم. آقا من نوکره. اجازه بدید آقا. خیلی نوکرتم. خیلی آقا، خیلی مخلصم آقا. ذکر خیلی شما رو همیشه شنیدیم. قربون شما. پسر بیا آقا رو بر بالای مجلس. اسم شما چیه؟ مخلص شما داماد. خوشبخت شدم آقا. قربوش آقا، اجازه بدین اصلا من خودم در رکابتونم. اجازه نمیخواد بیاد. بفرمایید. متشکرم. به جون شهاب اگه بذارم شربت نخورده بریم بالا. من نمیخوام، ممنونم. آقا ناراحت میشم. میخورم بعدم میخورم. متشکرم. آقا شنیدم بازار گیجه. دلار چی میشه؟ میکشون میکرد بازار ارز اینجوری به هم بریدا. اون که دوستام بود خونهشو برداشت. Yeah.
سمین جان چی شده؟ چرا تو باز اینقدر کلافه ای؟ چی بگم؟ نمیدونم چه اتفاق باید بیفته این پسره از خیلی ازدواج با این دختره بگذر. ای بابا خانم جان کجا رفتی؟ من اینجا. خانم جان کجا میتونن برن؟ از خیلی کردن رو خودت کجا ول کردی رفتی؟ من یعنی خیلی ترسیدی الان دیگه. بده من سر برو بیرون خواهی حرف بزن. برو تو ایوب. چشم خانم روز شده اینه سیمی باز تو از یه جای ناراحتی سر لیلای بیچاره خالی کردی. فعلا که بیچاره تر از همه ماییم که سرتای زندگیمون قاطی شده هر طرف رو میچسبی یه برش میزنی بیرون. خیلی نفهمیدیم ما آدم خوبه ایم ابلیسیم افتادیم به جون دختر مردم. عروسی ممکن بود حالا دختری تشریف بیاره بخواد بشه خانوم خونه. سیمین جون این حرفا شب عروسی خوبیت نداره. این حرفا خوبیت نداره اینا کاراشون خوبیت نداره عملشون زشته خوب نیست. چی شده سیمین؟ سلامو. سلام عزیزم چشمم به درد. خوبی؟ خوبم. باز چی شده سیمین؟ این داستان تا همین جاش هم زیادی جلو رفته همین الان هم جلوشو بگیرم دیره. من حوصله یه ماجرای بیشتر از اینو ندارم. عروسی بی عروسی این مسخره بازی رو دروغو باید جمع کرد بس. تو داری چی کار میکنی؟ میرم به همش بزنم شکاف زاحت بپشم بزن بیا برمی وقاحت دوا. خب آخه این واسه ببینم کی با کی این چی میتونم یه قل چماقی زد چشه ماشین عرصو خورد کرد دختره هم تهدید کرد. خب کیه اون؟ میدونستم این ریگی به کفشش این دختره یه لات بیستر رو پر نام زدش بوده وقتی چی نگفته این خود چه واسه همون کماشه تو کرد. بارم بچه ها کجا هم؟ تو را بلای سرشو نهیم خیلی گذشت دفعه بعد من نمیدونم. سیمی خانم سیمی خانم مادر عروس رو پیدا کرد بگو بیه بیارش باید ببخشید بچشم. ببین سیمی الان آقای تو راهه الانم دیره دیگه یک کار نکنه آبرو دختره بره. الان بهتر از این که سه ماه دیگه پله های دادگاه بالا پایین بکنم بیستر بری برای سر شهر چی؟ سیمی خانم ببخشید مادر عروس اومده. بفرمایید تو هم برو در رو ببر. فکر نمی کنید یکم هوا سرد باشه برای اینکه عروسی تو باغ بگیریم؟ دیگه شما ببخشی پس چرا ایستادی؟ ببخشی داشتم میرفتم نشدیدم. برو دارم ببند. بچشم خانم کاری داشتی؟ بله بفرمایید. این پیمان کیه؟ پیمان؟ نمیدونم کیه؟ اونی که شما باید من توضیح بدی. چرا باید توضیح بدم خانم وقتی نمیدونم کیه چی؟ ایشون با میله شیشه ماشین عروسو خورد کرده. ای وای کی؟ بلایی که سر فرشته نیومده. نه خیر مثل که شما فقط به فکر بچه خودتون هستی. خانم اگه یه مو از سر این آقا شاه به شما کم میشد شما اینجا میشستی اینطوری با من حرف بزنی؟ واقعا فیروز خانم این چه وسطیه که از همین اول آشناهای عروس با چوب و چماق افتادن بشونه داماد. آشناهای عروس کی خانم؟ ما اصلا پیمان نداریم. گفته نامزد فرشته بوده. امکان نداره خانم
دختر من نامزد نداره. یعنی شما خبر ندارین دخترتون نامزد داشته؟ دختر من نامزد نداشته. از این وصلا به بچه من نچسبونه خانم. ببینین خانم، این آقای شهاب خان پسر بنده آدم زندگی نیست. آمادگی نداره مسئولیت زندگی مشترک رو بپذیره. فردا دخترتون گرفتار میشه. اولش قراشیشون گریبان ما رو میگیره، بعدم این حرفایی که الان دارم میزنم اون روز باید بزنم. اگرم مسئلتون مالیه، تعهد مهریه سر جاشه. فکر میکنیم عقد کردن به هم خورده، من تقدیم میکنم. اگرم مسئله مهر و علاقه است که میدونم نیستیم وسط، نه هر کدوم دنبال یه نقشم. بزرگترها باید عقل به خرج بدن. خدمتکار قحطی بود، مامانت کارگرای کارخونه رو دعوت کرده، فقط میخواد منو بچسونا. خب یادت باشه چی کار کرده، یادت باشه. ولش کن خودتو، ناراحت نکن بابا، شب عروسی نمیاد. سلام. سلام فرشته جان. سلام. الهی خوش، چقدر برات خوشحال شدم. سفید بخشی ان شاء الله. پدرم و با اجازه مادر مهربونم بله.
چیزی بگم، منم یه هدیه دارم برای آقای داماد، اما میخوام در گوشش بگم. شما یه امانتی پیش من داری، هدیه‌تونه، گذاشتمش فکر نمی کردی اونجا باشه. نه من مطمئن بودم، فرشته میگی مطمئن بودم. بهت گفتم بی خودی عجله میکنی، الان اینطوری شیرین تر نشو. دیگه هیچ جوری این لحظه از یادت نمیره. واقعا این لحظه از یادم نمیره. به افتخار عروس داماد یک خواهی مرحب. شکرم رفت سر خون زندگیش. مبارک مون باشه. مبارکت باشه. به به شادوماز، فکر نمی کردم جواب بدی. مگه نباید الان سر سفره عقل باشی؟ تو عادیه یا خیبت خوش میگذره؟ آقا ولش کن این حرفا رو، من جام بالاخره پیداش کردم. اینجا رو راست داریس کنم میام دنبال دو هم بریم. همین امشب به تعویض میدم، دیگه تموم شد. خود شربت بخور تو. دیگه زیر پا بخور دیگه. کجایی؟ تو کجایی؟ بالکن. آه دیدم. آرمان بالاخره گفت. آماده باش، همین امشب باید بریم. دمت گرم. آماده آمادم. افتخار دخترم یاری است.
Thank you.